خریداری که ملک ایشونو خریده به رحمت خدا میره، ملکو به یکی دیگه فروخته بوده و خب به هر حال دادگاه حکم داده بودن برای اینکه بر اساس قرارداد ایشون باید منزل مسکونشون رو تخلیه میکردن، ولی خب واقعیتش این بود که ایشون مورد سوء استفاده مالی قرار گرفته بودن. نوع برخوردی که ضابط قضایی کردن به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نبود. بر حال باید حریم و حرمت و شأن و کرامت این جانباز عزیزمون حفظ میشد. شروع کردن داستان پردازی توی شبکه‌های معاند که این جانباز عزیز مثلا روزی رفته جلوی نمیدونم بنیاد شهید یا دستگاه دیگه سنگ پرتاب کرده، شناساییش کردن. نه، همه تکذیب میشه، ایشون جزء جانبازان بسیار عزیز ما هست. اصلا موضوع این جانباز عزیز به هیچ تجمع و به هیچ اعتراض هیچ ربطی نداره. بنیاد شهید هم این وظیفه رو به عهده گرفته که تا زمانی که این وضعیت تعیین تکلیف بشه انشالله زمینه اقامت و اسکان ایشون رو فراهم کرده. آزمونی که اشاره فرمودید آزمون تأمین اجتماعی بود که سال پیش برگزار شد. 1100 نفر عزیزان فرزندان جامعه سالگری قبول شدن. یک ابهامی در سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت که آیا باید برای اینها حد نصابی برای قبولی یا مصابه بذارن یا نذارن. ما برای اینکه هیچ شبهه‌ای نباشه یک استعلامی از سازمان امور اداره استخدام کشور گرفته شد. دیروز سازمان امور اداره استخدام کشور اعلام کرد که در قانون ما چیزی به نام حد نصاب نه در آزمون و نه در مصاحبه برای پذیرفته شدگان عزیز جامعه سالگری نداریم. لذا باز تاکید میکنم که فرزندان عزیزمون که در این آزمون قبول شدن اصلا نگران حد نصاب در مصاحبه نباشن. این موضوع هم برطرف شد الحمدلله.